гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум, Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии сути никуси ҷанг ва сулҳи Бритониё омода шудааст. Давоми чанд дақиқае, ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. имсол наздик ба 2 миллион толиби илми тоҷикистон бори нахуст ба мактаб қадам гузоштанд. Волидайнро мувазаф карданд, ки либоси мактаби истеҳсоли корхонаҳои маҳаллиро барои фарзандонашон харидорӣ намоянд. Ин либосҳоро метавонистанд аз худи мактаб дастрас намоянд. Нархи ин либосҳои ягонаи мактаби гарон буда, сифаташ ба талабот ҷавобгӯ нестанд. Тафсилоти бештар дар гузориши Амонҷон Муҳиддинов аз шаҳри Қурғонтепа мешунавем. همسالا طلبات وزارت معاری و علمی تاجیکستان نسبت طالب علمان شدیدتر می شود. امسال در تمام مکاتب کشور لباس یگانه مکتبی جاری شد. قرار مذکور باعث نگرانی والدین طالب علمان دهات گشت که سطح بیکاری در این منطقه زیاد است. برنای 42 ساله ساکنی ناحیه باختر به تنهایی 5 فرزندش را تربیه می کند. او در مکتب فراش است. حق مزدش 240 سومانی معادل 30 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. برنامه باعث تا اول سال خانش برای 3 فرزند مکتب خانش لباس یکانه مکتبی خریداری کند، اما وضع مالیش امکان نداد که این کار را انجام دهد. برای سه فرزند پوپشی در کورا این یا بچه دارم و میسیم که یک ایم سارت سه بار پوپشیش خریدم. من یا 170 یا 180 میخرمش پشکش او پوپشی میگه او جورابک میگه او دفتر میگه او روچکا میگه نمیرسه همی پر نمجبور کردن هیچ که نخرید ما خریدیم این همی یکان بار نپوشیده زدتنش نپوشیدن شد همارا این سال هم که باشه نمیخرمش میرم اهم بازار میخرم دست از 30 دست از 60 او میگه من میرم همشه بود میدم ای خونه های چهار تا ای خونه های پنج تا ای خونه های هفت تا هشت تا او با زورشو یک جو میرسن همه داد میگن نمیرسه زوری هیچ که نمیرسه بایتر خوبش که همو هر پدر مادر خودش خواهش خودش برای فرزندش بخره. نرخ لباس یگانه مکتبی در شهر و نواحی ولایت ختمان مختلف است. در ناحیه باختر یک لباس مکتبی از 140 تا 180 سومانی ارزش دارد که با 15-20 دلار آمریکایی برابر است. برای والدین این خیلی گران است. خریدن لباس از بزرگ برایشان به مراتب آسان‌تر میباشد. علاوه‌تن به لباس باید پایه‌افزار و دیگر لوازمات مکتبی را خرید. گلبهار امکان گرفتن تمام لوازمات مکتبی را برای 4 فرزند مکتب خونش ندارد. مهم سر لباس نیست، مهم دانش است، مهم خانش است، مهم تعلیم و تربیت است. سر لباس چی پرابلم داره معلمه و همه مجلس اشتراک دارن. دایرکتور با سر بلند مایلش، مایلش که قبول کرد. پلانوی سر لباس هم پلانوی ملی. با حالی چو در پیش خلق دیگه میزنن. ای قفای خلق بود دیگه خیلی رفتار مینا ای خیلیش بو ناو فهمیدیم ناو دیدی ما مادرم میفرام که فرزندان بخونن بخشون یگان چی شود بی سواد دقت کوچه نگردن این شرایط تا میبینین ما شی کاستوم ما اوخای دایا سولی چون نمینا داد سولی چون نمینا شرطه که همرو بو ایتری که به همه اورا شرایط نیست بعضی از خانواده ها به فرزندانشون هر سال لباسی نو نمیخرن لباسی مکتبی از یک فرزند به فرزند دیگر میرسد و حاجت خریداری کردن لباسی نو از بین میرود اما امسال هر یک مکتب لباسی یگانه مربوط به مکتبی خود را جاری کردند. آموزگاران والدین را مجبور میکردند که لباس یگانه را خریداری نمایند و یا مبلغش را به خزینه مکتب سپارند. نادیره اکرام و آموزگار یکی از مکتبهای وادی وحش است. او میگوید که با قرار بعضی از سروران مکتب آموزگار را دوام تعطیل تابستانه خانه به خانه طلبگان خود گشته پدر و مادر آنها را برای خریداری کردن لباس یگانه مکتبی دعوت میکردند. بعضی از والدین با آموزگاران دیگر گپ نمیزنند و بعضی حتی از خانه میروند. ما اوچرچه گشتیم خونه با خونه گشتیم همه را التماس کردیم پرسیدیم هیچ کدامش قبول نکرد گفت که ما شرایط نداریم در یک خونه 5-6 کس هستیم هر کدام را ما شرایط نداریم نمیخریم میریم ای بزرگ میخریم ام با این ای با دادر با اکر ای اکر با دادر میخریم بعد چی میکنیم که شرایط نیست مجبور ما کردن که بره بیاری ای دوستر جمع کن بگیر بیاریش ای 5 کس تا 10 کس ها دیگه نیست شرایط نیفتیم نمیکنن رفتیم گشتیم گرمی دامد دیم رفتیم نشید خیلی که ما را میفاره که ما آبرومون بلند شد و آبروی مکتب بلند شد و چنسید خیلی کنیم وزارت معارف و مکتب های تحصیلات عمومی پیشنهاد کرد که با کارخانه های لباس دوزی شرط‌نامه برای آماده کردن لباس
لباس یگانه مکتبی شرنامه ببندند. مقامات ولایت ختلان قرار حتمی شدن لباس یگانه مکتبی را در مکتب ها علی‌رغم شکایت و ناراضگی والدین دستگیری کرده، آن را برای رشد علم آموزی و نظام در مکتب ها مهم ارزیابی میکند. دوام یک سال اخیر در ولایت ختلان چند نقطه نوی لباس دوزی کشاده شدند. ملکه شکر و معاون سردای رئیست معارف و علم ولایت ختلان میگوید که لباس ها با نرخ‌های گوناگون پیشنهاد شدند که والدین می توانند از دلخواه مرکزهای دوزندگی که به اداره های معارف شرطنامه دارند آن را فرمایش دهند. می توانید که از بزرگ هر خیر لباس مکتبی را پوشد و می توانید که سیاه پوشد و کبود پوشد و می بخشد رنگی اکتیور ها در تئاتر برآمد و همون خیلی لباس های مکتبی قطعی می رفتن وقتش با. این پیشگیری همون بود، هر خیلی لباس ها و کسلی و عظمی مطوع هم هر خیلی کسل ها در خواننده ها روی دادن که با خواننده ها. موافق معیارهای قبول شده لباس یگانه مکتبی 60% از متای پخته و 35% از متای سینتتیکه باشد. والدین باز هم از صفت و نمود لباس نو مکتبی ناراضی هستند. بی بیروکی عبدالله یک کارشناس ختلانی این قرار وزارت را دستگیری میکند، اما پیشنهاد دارد که برای خانواده هایی که امکان مالی خریداری کردن لباس یگانه مکتبی را ندارند امتیاز داده شود. خوب است که مثال در مؤسسه های تعلیمی لباس یگانه مکتبی را جاری کرده اند، از آن جهت که مثال انمون سطح اقتصادی اویلوی همون کودکان از یکدیگر فرق نمی کنند، همه یک خیلی لباس می پوشند. چه خیلی که در دوره شوروی بود ما هم خیلی لباس را ببر می کردیم. و از جهت دیگر امروز نرخ نوای همون لباس هایی که در همون سخوی دو زندگی فرمایش می دهند روبرانی مؤسسه های تعلیمی نرخ نوای گران دارند. خوب می شد که انمون نرخ نوای همون لباس های مکتبی را معین می کردند وابسته به همون اویله هایی که مثال کم بزاعتن و وضع اقتصادی پس دارند. در دایره نشست مطبوعاتی که میانه ماه ایول برگزار گشت، وزیر معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعیدوف اظهار داشت که طبق فرمان وزارت تمام مؤسسه های تعلیمی باید مسئولان داخلی را استفاده برند. مسلم است که وزارت معارف بخش دوزندگی را دستگیری میکند. اگر طالب علمان مکاتب تاجیکستان لباس استحصالی محلی را به بر کنند، کارخانه های دوزندگی فایده زیاد به دست میآورند. اما باید قید کرد که امروز محصولات دوزندگی محلی با لباس های از خارج وارد شده رقابت پذیر نیستند. همانها با اندیشه کارشناسان باید روی حل این مسئله را یافت تا محصولات وطنی برابر دیگر محصولات وارداتی سرطلب گردند و این میتواند در رشد اقتصادی تاجیکستان کمک رساند. اما جان محیدینوف، ولایت ختلان. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرحی داشته باشید و یا میخواید از مشکلی خود حرف زنید، میتوانید با ما با رقم 44-640-10-11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. باش ما بودم، من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر موادی خواندنی ما رو شما میتونید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.az و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد.